درود و وقتتون بخیر. شما را به برنامه رو در رو تا نیم ساعت دیگر از شبکه جهانی تلویزیون آرزو خوش آمدید میگه. برهم خوردن معادلات جنگ، سقوط پیهم ولوسوری ها و خروج نظامیان خارجی از افغانستان نگرانی های زیادی را مبنی بر احتمال دست دراز شدن گروه های مخرب دیگر به منابع معدنی و گسترش تجارت قاچاق مواد مخدر، افزایش آوارگی و بیچارگی مردم و مهاجرت ها و برگشت افغانستان به دهه‌های تاریکی و ظلم و وحشت بیش از هر زمان دیگری بیشتر ساخته است که در صورت تداوم این وضعیت آن فرضیه ها قوت بیشتر خواهد گرفت. افغانستان در بهار امسال تا به اکنون وارد دور تازه‌ای از ناامنی ها شده است. باشندگان کشور عراسان و سراسیمه تعدادی خود را بیرون از کشور می کشند و تعداد دیگر امیدشان به داشتن یک زندگی مثبت و سراسر صلح به طور عمیقی رنگ باخته است. نهایتاً کشور به کدام سو روان است؟ لبه پردگاه سقوط و یا باز شدن صفحه جدید همان صلح؟ در برنامه امروزی جناب محترم آقای استاد محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی را با خود داریم. سلام جناب استاد، ممنون از اینکه وقت گذاشتین. جناب آقای محقق، بحث را از اینجا آغاز میکنیم. شما من حیث یک شهروند عام اگر بخواید صحبت بکنین، به دور از رهبر بودن و یا مشاور بودن، نگران وضعیت و یا نگران وخامت وضعیت امروزی در افغانستان هستید یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون آرزو. تشکر از شما. البته بدون شک وضعیت نابسامان فعلی همه مردم افغانستان نگران کرده. ما به حیث یک از مسئولین از این مملکت یا به حیث یک فرد عادی هم که حساب کنیم نگران اوضاع هستیم. جنگ های خانمان سوزی در جریان است و شاید جنگ های خرابتری ازی کرده هم متصور است. لازم ما نگران اوضاع هست. یعنی مردم انتظار جنگ های بدتر از این رم داشته باشن؟ طبعا اگر وقتی قضیه گد بدی میشه، باز وقت پای داعش هم در افغانستان کشیده میشه و جنگ ها چند جانبه و چند لایه میشه، اوضاع بسیار خراب میشه. با درک خوشبینی هایی که مبنی بر روند گفتگاه های صلح در دوحه قطر وجود داره، آیا هنوز امکان داره ما به سوی گد بدی شدن بریم بنا به گفته شما؟ هیئتی قرار است از افغانستان بره در سطح بسیار بلند و دوحه سفر کنه و در اونجا مسئولین بلند پای طالبان بیایه. در اونجا اگر به سر یک آتش بس توافق شوه که باز اما آینده نظام سرش کار شوه، امیدواری هست. اگر این تلاش هم به ناکامی برسه، طبعا فصل هرج و مرج نزدیکتر میشه. این ارج و مرج ها تا به اون اندازه خواهد بود که سناریوی تلخ و تاریک دکتر نجیب الله در حکومت آقای غنی بتونه تکرار بگرده؟ دقیقش گفته نمیتونم، ولی خب بسیار اوضاع خراب میشه. مردم پس چگونه مدیریت را باید روی دست بگیرن؟ حالا مردم تمنا دارن و خواستار این هستن صلح باشه در مملکتشان و زنده بمانن از این ارج و مرج ها. خب مردم خود مدیریت به دست گرفته نمیتونه، برای که مردم عام است. اونا خب منتظره که یک مدیریت باشه که اونا حقوقشان، ارزشهایشان حفظ شد. دیگه ای رو باید مسئولینی که دستن در کار هستن، چه از طرف طالبا، چه از طرف احزاب و جریان‌های سیاسی حکومت، اینا به یک نتیجه مثبت برسن. شما حسن نیت و صداقت را در درون حکومت آقای غنی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و یا به نتیجه بخش شدن مذاکرات میبینید یا خیر؟ امیدواری های هست که واقعیت ها را همه طرف ها درک کنن. صداقت هم است در میانشون؟ همین دیگه، درک واقعیت ها و درک شده تا به امروز؟ دیگه باید درک بکنن. یعنی تا امروز درک نشده؟ باید به یک طرفی برن که هم است به صلح چی شود. تا به امروز که ما با شما صحبت میکنم، اینا به کدام طرف روان هستن؟ تلاش ها وجود داره برای رسیدن به یک راه حل معقول. نهایتاً این تلاش ها منتج به چی خواهد شد؟ ببینیم دیگه چی میشه آینده، معلوم میشه. خیلی خوب. جناب آقای محقق، شما مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی هستید. چه ویژگی و خصوصیتی در وجودتان بود و یا هست که شما مشاور امنیت شدین؟ نمیفهم. پس چگونه تعیین شدین؟ حتما دیگه چیزایی رو دیده مردم. مثلا چه چیزایی؟
شاید کاربردی داشته باشین در افغانستان ده. سیاست در امنیت. بله. با درک شرایط بد امروزی مشاوره هایتان و یا مشوره هایتان نتیجه بخش بوده؟ تحولات را ما تا حد را میتونیم سرش اثر کنیم. بله. این تحولات مثبت است؟ توکل به خدا. با درک سقوط پای همه گلوسولی ها؟ ما خود نمیگم کل افغانستان را گارانتی میکنم. جایی که ما اثر دارم انشاءالله که تأثیر میکنم. کجاها بیشتر اثر دارین آقای معقل؟ هر کس به جایی چی هست. اگر بخوایم از مزار شریف و یا بلخ با شما صحبت بکنیم وضعیت را چگونه میبینید؟ نمیخوام سر زیادی که در کجا ما چی تأثیر دارم بگویم. منتها میگم که من در بخش از افغانستان تأثیر دارم. خیلی خوب. آقای محقق، با درک شدت حملات گروه طالبان در افغانستان و افزایش بی‌امنیتی ها و سقوط ولوسالی ها، مردم واقعا نگران هستند. نمیدانند سیاه و سفید چی، سلامت و ملامت در اینجا کی است. مردم همه نگران هستند. بلبی پرتگاه سقوط نزدیک است یا خیر؟ گفتم پیشتر که اگر این نتایج صلح که مذاکراتی که میشه به نتیجه نرسه، فصل هرج و مرگ نزدیک میشه. کسانی که در میدانهای جنگ مامورین تدبیر پلانهای جنگی هستند و یا فرماندههای جنگی هستند و یا کسانی که در نهادهای امنیتی کار میکنند، آقای محقق چقدر افراد کارکشته هستند و چقدر افراد شایسته هستند و میتونن واقعا یک نقشه جنگی خوب را ترسیم بکنن؟ اوضاع کمی نوسامان به نظر میرسه. این افراد چگونه افرادی هستند؟ افراد شایسته هستند یا خیر؟ گفتم اوضاع کم نوسامان است. یعنی با میل دل شما نیستن این افراد؟ باید آدم های قوی تر و کم تر باشه. این علاقه رو حکومت نداره که این آدم شما مصاحبه نمی کنیم برادر لسران ولی میکنیم. من شما رو وقت نمیتون برنزی بیستم. خواهش میکنم. اما گپایی کس پرسان نمیکنیم گپایی لای لای. خب جناب استاد ما انوز نو سر چیز هستیم. شکرم.